سلام به همه دوستان خوبم. دوشنبه سوم مرداد 1401، 25 جولای 2022. بعد از سفر پوتین به ایران و دیدارش با خامنه ای، اطرافیان خامنه ای مجیزگویی ها رو به حد مشمئز کننده ای رسوندن. از جمله یکی از اعضای مجلس خبرگان و شورای نگهبان که قاعدتا اینها بایستی مراقب حتی نظارت بر رهبری بکنن، اومده صحبت کرده و گفته که انقدر عظمت داره رهبر معظم انقلاب که پوتین مثل که بچه دبستانی در مقابلشون نشسته بود. خب اگر شخص علی خامنه ای مجیزخواهی نداشته باشه، مجیزخواه نباشه و بیماری روحی روانی نداشته باشه، یه پیرمردی که پاش لبه گوره نمیاد اینطوری طوری در حد مشمئز کننده تملق خامنه ای رو بگی که حتما تو خونش هم مسخرش میکنن. خب این نشون میده که واقعا مشکل روحی روانی خامنه ای به شدت نیاز داره به این نوع تملق ها. یه نوعش در اظهارات بسیار مسخره سربار رحیم صفوی در دانشکده افسری مطرح میشه که میگه که من نوام یرقان گرفته بود، آقا به قند فوت کردن، بردم دادم خورد، شفا پیدا کرد. نمیگه که اخیرا مادر مرحوم محمد بابایی از همکلاسی من مدرسه علوی بود، هاف ژاپنی هاف ایرانی بود، مادرش ژاپنی و پدرش ایرانی، در جبهه اوایل جنگ شهید شد. مادرش اخیرا مریض بود، خامنه ای براش شفیه تبرکی فرستاد، همون روز فوت کرد. یا برای سلحشور قند فرستادن، خورد، مرد. حالا رحیم صفوی میاد همچین میگه. از اون طرف اون یکی میاد میگه که ایشون با امام زمان ملاقات داره، یکی دیگه شون میاد مصباح یزدی میگفتش که متخصصین رشته های مختلف وقتی میرن خدمت آقا همشون یه سر گردن از آقا پایین ترن. شما حساب کن تخصص های عجیب و غریب و بسیار گسترده ای که در دنیا امروز وجود داره و هیچ کس نمیتونه ادعا کنه در همه رشته ها تخصص داره، مثل یزدی اینطوری میگفت. اینا همش از بیماری تملق خواهی و کمبودهای خامنه ای ناشی میشه. خب در مورد سفر پوتین هم همین کاری کردن. اون چیزی که حالا اینا بگن، هر چیزی که باعث بشه یه مقدار عقده های درونی خامنه ای تشفی پیدا کنه، آرام بشه، شاید به نفع مردم باشه. اما اون چیزی که نگران میکنه اینی که به نظر میرسه که هرچی اینها بیشتر تملق میگن، حدس این که وادادگی بیشتری در این سفر اتفاق افتاده، امتیازات بیشتری دادن، باجهای بیشتری دادن، ایران فروشی های بیشتری کردن، قوی تر میشه حدسش و گمانش. خب ببینید در این سفر اتفاقاتی که افتاد، حالا اینا میگن که پوتین در برابر خامنه ای مثلا مثل بچه نشسته بود. ما یه صحنه دیگه هم دیدیم که پوتین 50 ثانیه اینطوری که میگن منتظر اردوغان ایستاده، که در حالی که عرف اینه که معمولا دو تا با هم میان وایسن، اردوغان عمدن پوتین رو 50 ثانیه معطل کرد که جبران کنه حرکتی که مثلا در یک سفری که قبلا اردوغان رفته بود روسیه پوتین معطلش کرده بود. یعنی تا این حد چرا این کارو میکنن؟ برای اینکه پوتین در موضع ضعفه. حالا در شرایطی که پوتین در موضع ضعفه و به همه دنیا ناچار تا جایی که میتونه باج بده، جمهوری اسلامی دارهش باج میده. البته میگم وقتی که به طور طبیعی اگه برگزار میکردن، خب آدم میتونست بفهمه که در شرایط فعلی روسیه و جمهوری اسلامی به هم محتاجن و اگر بتونن امتیازات متقابلی بدن و بگیرن اشکال نداره. در عالم سیاست اتفاق میفته، اگرچه نانی برای ملت ایران نخواهد شد و آبی برای ملت ایران گرم نخواهد شد، ولی فرض میکردیم که یک کار روتینه معموله، همونطور که اردوغان هم از دو طرف به عنوان یک سیاستمدار آخوند کرواتی ولی حداقل کشورداری بلده، همزمان داره از غرب، از روسیه، از اوکراین، از جمهوری اسلامی، از همه جا باج میگیره. خب در شرایطی که انقدر وضع پوتین خرابه که اردوغان اینطوری تحقیرش میکنه و پوتین هم هیچ عکس العملی فعلا نشون نمیده، ببینید سرنوشت جمهوری اسلامی چیه. میگم وقتی که اینا شروع کردن تعریفای عجیب غریب، هر کدومش حرف زدن، ولایتی اومد یه جور حرف زد، نماینده و مجلس جوری حرف زدن، و از همشون بدترین عضو شورای نگهبان که میگه پوتین مثل یک کودک دبستانی در برابر خامنه نشسته بود. خب این واقعا همینا تو ذهن من سوال ایجاد کرد که چه گندی زدن که بخوان اینطوری ماسمالی کنن و سر مردم کلا بذارن. دو تا خبر اومد. یکی این که جمهوری اسلامی می‌خواسته که ناوگان کشتیرانیش در دریای خزر، این همش مربوط به بعد از سفر پوتین به ایران و شاگرد دبستانی که مقابل آقا نشسته بود، جمهوری اسلامی می‌خواسته ناوگان کشتیرانی رو در خزر تقویت کنه و روسیه اجازه نداده. خب این نشون میده که واقعا چقدر در شرایطی که میگم به راحتی ترکیه داره از شرایط فعلی روسیه باج میگیره، کشورهای دیگه باج میگیرن،
حتی خود اوکراین در بعضی زمینه‌ها با اینکه در جنگ با روسیه است ولی روسیه رو ناچار می‌کنه بعضی از امتیاز دادن‌ها، جمهوری اسلامی انقدر ضعیف و تو سری خوره یا خامنه‌ای انقدر برده و بنده و گاو شیرده روسیه است که در حدی که یه چیز عادیه، یعنی رفتن سهم ایران در خزر رو بخشیدن رفته به خاطر عشقی که خامنه‌ای داشته و ضعفی که داشته، حالا در سهم خودشون میخوان ناوگان کشتیرانی اضافه کنن، آقای پوتین اجازه نمیده. نمیشه گفت روسیه دولت پیچیده است، نه، اونجا هم یک نوع به نوع دیکتاتوری که پوتین تصمیم میگیره. یعنی اگر پوتین از این ورش بگیم تصمیم داشت که نوع همراهی با جمهوری اسلامی بکنه، حتما در ادارات، سازمان ها، وزارت خونه زیر نظرش کارشکنی نمیکرد. این مشخصه که خود پوتین هم موافقه، کما که دیدیم در سفر رئیسی به مسکو چه اتفاق افتاد و دیدیم در همین سفر، در همین سفر اخیر، برای اینکه بگن که ما کار بزرگی کردیم، وزارت نفت ادعا کرد که ما بزرگترین تفاهم نامه اقتصادی در طول تاریخ صنعت نفت رو با روسیه منعقد کردیم، در حالی که اصلا کسی تفاهم نامه رو براش ارزش گذاری نمیکنه. تفاهم نامه‌ای که با هم تفاهم میکنن که سر یک موضوع بعدا مذاکره کنن و قرارداد ببندن، قراردادی هم به کار نیست. و در همون قرارداد هم روسیه برای اینکه اینا رو تأخیر کنه، اون فردی که قرار بوده تفاهم نامه رو با طرف ایران امضا کنه نیومد ایران همراه پوتین، نشست تو اتاق کار خودش و میدونید که اینا تو جلسه رسمی کراوات هم زدن، کراوات هم نزد، اون آقا نشست اونجا و اینور مطابق معمول آفتاب لگن هفت از شامانه هاری چی، مدیران وزارت نفت نشستن، کلی فیلم برداری و تشریفات و یک تفاهم نامه امضا کردن، جلو دوربین به اون آقا نشون دادن، اون آقا براشون دست تکون داد. یعنی تا این حد باشون رفتار میکنن. خب حالا وقتی اینطور رفتار میکنن و اینها اینقدر ذوق زدگی نشون میدن، خب پوتین میفهمه که هر چی تو سر اینا بزنه اینا بیچاره امتیاز بدن. به همین جهت هم خیلی راحت جلوی افزایش ناوگان جمهوری اسلامی در دریای خزر رو میگیره. خب این یک چیزیه که میگیم نفع آینده رو جلوشو میگیرن. این یه بحثی که البته خیلی مهمه در شرایطی که کشورهای دنیا ثانیه‌ای و سانتی متری با هم دیگه رقابت میکنن. روسیه نه تنها به اینا اجازه نمیده که از خلأ بازار به خاطر بحث تحریم روسیه در بازار انرژی استفاده کنن و مقدار بیشتری نفت و گاز بفروشن جلوشون رو میگیره، بلکه در کارهای دیگه هم که اصلا ربطی به تحریم‌ها نداره، بحث افزایش ناوگان جمهوری اسلامی در دریای خزر که اونم نمیدونم با توجه به وضعیت مدیریت جمهوری اسلامی چقدر برد خواهد داشت، جلوش میگیره. این مربوط به آینده. اما برای حال یک کار دیگه بعد از سفر پوتین به جمهوری اسلامی یا همزمان کاری که مربوط به امروز جمهوری اسلامیه، برای همون نانی که میخوان به دزداشون بدن، برای اختلاسهاشون، برای خرج حسن نصرالله و اسماعیل هنیه و حوسی و هشت شعبی و انفجارهای بغداد، اینا پول لازم دارن، برای همین هم باز روسیه تحقیرشون میکنه. میبینید که به خاطر تحریم‌های آمریکا علیه جمهوری اسلامی، اینها سال‌هاست که نفت رو در نفتکش‌ها می‌ریزن به صورت سرگردان روی آب‌ها هست و مشتری پیدا کنن، چون نمیتونن رسمی بفروشن. یه سری کشتی به خصوص اجاره کردن با پرچم کشورهای مختلف، این خبرش هم بود، سیستمایی هم وجود داره که این کشتی‌ها رو ردیابی می‌کنه که کشتی کجاست، بعضی‌ها هم گزارش می‌دن. ظاهراً هم آمریکا بنا نداشته در یه حدی با توجه به تعاملاتی که آمریکا با چین داره و درگیری‌هایی که دارن با هم تفاهمات پشتوانه می‌کردن، نفت‌هایی که به صورت همینطوری از جمهوری اسلامی می‌رفت برای چین، آمریکا کارش نداشتن. البته دو طرف چینی‌ها کشتی وقتی رسید اونجا برگردوندن برای اینکه یک حالی به قول خودمونی‌ها به آمریکا بدن. اما همزمان با اینکه چین اومد خرید نفتش از ایران متوقف کرد برای اینکه به روسیه یا کاهش داد حداقل 30% به اعتراف رسانه‌های جمهوری اسلامی، چین خرید نفتش از جمهوری اسلامی رو کاهش داد و رفت از نفت روسیه خرید کرد با توجه به روسیه تحت فشار اقتصادیه. این هم به جهنم. حالا اومدن میگن کشتی‌هایی که جمهوری اسلامی در مدت استفاده می‌کرده، این خیلی مهمه، کشتی‌هایی که جمهوری اسلامی استفاده می‌کرده برای حمل و نقل نفت و فروش نفت به این نفت به این شیوه، روسیه داره ازشون استفاده می‌کنه. مشخصا روسیه، خب این اگر کشتی در اجاره جمهوری اسلامی باشه که نمی‌تونه روسیه بگیره مگر خود جمهوری اسلامی بخواد باج بده به اربابش. این هم پاسخ به کسانی که به دروغ میخوان مردم فریب بدن و میگن که پوتین نمیدونم با یه وضع خاصی جلو آقا نشسته بود. قبلا میگفتن که دفعه قبل گفتن پوتین که اومد ایران وقتی رفت گفتش که من مسیح رو در چهره خامنه‌ای دیدم. نظم جدید منطقه درست شده. یک حرفای دریبری که مثلا پوتین جزء محور مقاومت شده. اینا رو اول میگفتن. این بار میگم دیگه خیلی نوبر بود. این آقا گفتش که عضو شورای نگهبان گفتش که پوتین مثل شاگرد دبستانی در برابر آقا نشسته بود. و حالا اون شاگرد دبستانی که در برابر آقاش نشسته بوده میره برگشت روسیه، دو تا کار کرده: یک، جلوی افزایش ناوگان
حمل و نقل جمهوری اسلامی در دریای خزر رو گرفته، ناوگان کشتیرانی. و دوم از کشتی هایی که تا به حال استفاده می شده برای فروش مخفیانه و دزدانه نفت، توجه کنید چرا میگم دزدانه، اگه برای ایران بوده میگفتن دزدانه، ولی چون نفتو می فروشن فروش جاهایی که خرج میکنن، من میگم دزد، چون دزدی از مال ملت ایرانه و به صورت دزدی به بعضی از کشورها میفروشن. کشتی هایی که استفاده می شد برای فروش مخفیانه و دزدانه نفت جمهوری اسلامی، حالا روسیه داره استفاده میکنه، یعنی تا این حد تو سر اینا می زن. خب یه بحث اینه که بعضی از افراد ساده لوح یا ابله یا کسایی که خودشون به ابلهی میزنن فکر میکنن که خامنه‌ای خیلی قدرت داره این رو بشنون، اما نگرانی بزرگتر من اینه که وقتی اینطور حرف میزنن و وقتی این بخش علنی موضوعی که پوتین باشون برخورد اینطوری میکنه، ما نگرانی هستیم که پشت پرده چه میکنن، پشت پرده چه امتیازاتی دیگه دارن، چه رسوایی‌هایی به خرج میدن، چه ذلت‌هایی به خرج میدن، چه اون عبارتی که مردم میگن قهرمانانه در برابر روسیه دارن. این بخش نگران کننده است. ببینید دوستان، اگر من و دوستان من بگیم که هر یک روزی که جمهوری اسلامی بمونه بسیار خطرناکه، بسیار هزینه بر هست برای مردم، همینه. برای اینکه ما نمیدونیم در این ملاقات ها، در این رفت آمد ها چه قراردادهای ذلتباری امضا میشه، برای چند سال ایران رو متعهد میکنن، بدهکار میکنن، به چه قیمت ارزانی منافع و منابع ایران رو میفروشن. چین رو دیدیم قبلا، تجربه کردیم، طوری که حتی فرماندهان سپاه هم سراشون در اومد و عزیز جعفری جایگاه خودش رو این گذاشت، اومد اعتراض کرد به دست باز چینی ها در صید ترال در خلیج فارس، برکنار شد. حالا الان نوبت روسیه است که تا این حد داره اینها رو تحقیر میکنه. و میگم اون چیزی که باعث نگران اینه که هر یک روزی که جمهوری اسلامی بمونه ما نمیدونیم چقدر از این قراردادها میبندن. دیدیم که وقتی که مذاکرات دوحه برگزار شد به دستور روسیه باز مذاکرات متوقف شد و علی باقری برادر داماد رهبر که رئیس هیئت مذاکره کننده است مستقیم از دوحه رفت مسکو به جایی که به تهران رفت، اونها بگه دست اونها رو ببوسه و بگه اوامر شما اطاعت شد. این چیزایی که قابل مخفی کردن نیست، ولی قطعا قراردادهایی است که مخفی میکنن و کسی از سرنوشتش اطلاع نداره. کما اینکه در بعضی از عرصه‌های سیاسی میبینیم، من قبلا هم گفتم، علی مطهری میگفتش که در مجلس به جواد ظریف گفتم که چرا در برابر کشتار مسلمانان چین سکوت میکنید، گفت برای اینکه ما به حمایت سیاسی چین در سازمان ملل و شورای امنیت نیاز داریم. خب وقتی برای حمایت سیاسی در برابر کشتار مسلمانان اونجا سکوت میکنن، دولتی که خودشون رو متولی همه مسلمانان و مستضعفان و ستم دیدگان جهان میدونن، در برابر اون کشتار، در برابر عقیم کردن مردان مسلمان، در برابر تخریب یک پارچه مساجد مسلمانان سکوت میکنن، پشت پرده در مورد مردم خودشان که مشخصه، تازه اینا قطعا جمهوری اسلامی و مقاماتش دشمنیشون با مردم ایران صدها برابر بیشتر از دشمنیشون با مسلمان چین و نمیدونم مسلمان فلسطین و جدی است. خب با این چیزی که واسه نگرانی اینه، اون وقت من حق دارم و دوستان من حق دارن که علامت سوال بزرگی در برابر کسانی بگذاریم که میان به بهانه‌های عجیب غریب که ممکن است در آینده حکومت بعدی مثلا اگر آقای پهلوی بیاد کسی بیاد مستبد بشه، یعنی کمک میکنن حکومتی که روز به روز داره بر حجم ایران فروشی خودش، بر حجم خیانتهای خودش، بر حجم فقر مردم اضافه میکنه، کمک میکنن بمونه. با این متاسفانه اظهار نگرانی دروغین و مشکوک که ممکنه در حکومت آینده استبداد بشه، ما از حالا باید مبادی رو محکم کنیم که استبداد نشه. بله وایسیم کماکان. جالب هم است که اکثر افرادی که حرف میزنن خارج از کشور هستن، از بیمه مجانی استفاده میکنن، از همین تینک تنک های آمریکایی پول میگیرن، در رسانه های آمریکایی صحبت میکنن و پول میگیرن و وقت برای مردم ایران نسخه میشن که آقا تحمل کنید، فعلا ما میخوایم یه مبنای محکم دموکراسی درست کنیم، یعنی بازم فقیر بمونید، بازم صبر کنید، قراردادهای مخفیانه و ذلتبار دیگه جمهوری اسلامی ببندید برای اینکه ما اینجا جامو خوشه، چون اگه جمهوری اسلامی سرنگون بشه ما اینجا بیکار میشیم. بعضی از دوستان دردشون اینه. به هر حال اینها رو ما حتما لازم ببینید. خواهش میکنم با دوستان صحبت کنید، به دیگران بگید، حتی اگر کسانی تصور میکنن که اینها نشان دهنده اقتدار جمهوری اسلامی، بگید که نه تنها اقتدار نیست، حتی خونسا هم نیست، حتی در حد اردوغان هم اینها نمیتونن با روسیه برقرار کنن، نه تنها نمیتونن، در حد ضعیف‌ترین کشورام نمیتونن. و در حالی که قطعا روسیه نیاز داره به یک نوع همراهی جمهوری اسلامی، چون از این همراهی خیال راحت و بالاتر از اون خیال راحت به بردگی جمهوری اسلامی خیال راحت، تا این حد هم تحقیرشون میکنه در دو تا موضوعی که ظاهرا ضرر خاصی برای حالا حداقل بحث افزایش ناوگان کشتیرانی
جمهوری اسلامی ضرر روز برای روسیه نده، به خصوص اینکه روسیه الان تحت تحریمه و اتفاقا اگر کشتیرانی جمهوری اسلامی اونجا اضافه بشه ممکنه بتونن برای دور زدن تحریم خود روسیه استفاده کنن، اما چون نمیخوان هیچ مبنایی بگذارن برای اینکه جمهوری اسلامی ادعای بیشتری پیدا کنه اجازه نمیدن. و در مورد کشتیهایی که نفت تحریمی ایران هم میفروختن که براتون توضیح دادم، من یه حالا درد دل گله بگم، دو سه نفر حالا شاید یکی دو نفر بشن نبودن، اما من به این نگاه کار دارم. من یه ویدئویی در امروز صبح داشتم روی یکی کانال که حالا لینکش هم میذارم دوستان برن ببینن، بد نیست موضوعش نگاه کنید، در مورد ادامه رفتارهایی که جمهوری اسلامی نسبت به حجاب میکنه و توطئه‌ای که پشتش هست. من دیدم خب حالا من این پاپی خوشگل که شما بعضا دیدنش همراه من بود، من بیرون داشتم صحبت میکردم، یکی دو صحنه مثلا صدا کرد، دیدم یکی دو نفر چیز عجیب غریبی نوشتن. ببین من معمولا آدم قدر ناشناسی نیستم و محبت دوستان رو قدر مینهم، قدر میگذارم، اما یه آقای نوشته که آقا یا خانمی که همونطور که از ما توقع داری ما ممر درآمدت باشیم، تو هم موظفی کاری کنی که ما حواسمون پرت نشه. ببین دوستان من خیلی شرمندم، خیلی خیلی شرمندم، هیچ کدوم از جز تعداد معدودی که محبت کردم اما ممنونش هستم رو پیپر اینا کمک کردن، دوستانی که اینجا هستن حد اکثر لطفی که به من میکنن اینه که چند ثانیه تعامل میکنن آگهی میبینن. این فکر نمیکنم منتی بر سر من باشه، ببینید من خیلی احترام میذارم به دوستان، اما تصور میکنم که بعضی وقتا ناچارم این حقایق رو بگیم. کسانی که حتی یک سنت کمکی نکردند، تصور میکنم این خیلی نوعی خودخواهیه. من اینو از این جهت هم میگم که این خودخواهی ها بسیار ضربه زده به ما، چه خود من چه دیگران. خب حالا دوستانی که کمک میکنن اگر ادعای داشته باشن من مخلص شما هستم، البته براشون هم توضیح خواهم داد که معمولا اونهایی که حالا لطف میکنن تعدادشون زیاد هم نیستن کمک میکنن اتفاقا کم ادعا ترین هستن. اینم معنیش این نیست که اگه کسی کمک نکنه من وظیفه ندارم، من یک وظیفه اطلاع رسانی دارم انجام میدم، ولی خواهش میکنم که یک مقداری سعی کنیم، این رو من اگر فقط بحث خودم بود نمیگفتم، سعی کنیم خود با هم مهربان باشیم. من بیشترین نگرانم اینه که بعضی از افراد ته تفکرشون ته تفکر جمهوری اسلامیه، با حیوانات خانگی مشکل دارن، که وگرنه مثلا در طول حدود 13-14 دقیقه که ویدیو بود شاید حدود 20 ثانیه صدای این هاپوی خوشگل من اومد توش، و اونم تازه صدایی نبود که حواس پرت بکنه، یه صدای نازنینی که در کنارش بود. ببینید تصور میکنم که به خدا جمهوری اسلامی همینا رو رصد میکنه و لذت میبره از اینکه ما با هم انقدر نامهربان باشیم. میگم تعداد زیاد نیست، ولی من خواهش میکنم حتی یک دونش هم از نظر من مهمه، نه بازم تکرار میکنم نه به خاطر خودم، خواهش میکنم که یک مقداری هم جایگاه های خودمون رو در نظر بگیریم. من کوچک همه مخاطبان هم هستم، اما این اجازه رو نخواهم داد کسی بخواد تحقیر بکنه، به خصوص کسانی که هیچ قدمی برنداشتن. میگم حد اکثر همتشون اینه که چند ثانیه آگهی گوش میکنن، و این دوستان اگر اذیت میشن ازشون خواهش میکنم که خیلی محترمانه تشریف ببرن از کانال من. من اصلا راضی نیستم کسی اعصابش خورد شه و کسی فکر کنه که حالا داره زندگی منو تعمیر میکنه و حتما موظفم که هر جوریشون خواست کارم انجام بدم. من بر اساس اون چیزی که میبینم زندگی عادیم رو دارم، از وقتم هر وقت باشه استفاده میکنم، فرصت باشه، زمانی باشه، مکانی باشه، خب حالا در اون شرایط ممکنه لیلی خانم هم همراه من باشه. اگر کسانی فکر میکنن که این آزارشون میده، بهترین راه اینه که برن در کانال‌های حضور پیدا کنن که اونها هم دشمن حیوان خانگی هستن، اونها هم مثل خودی بعضی از دوستان طلبکار هستن، با هم دیگه کنار میان. بذارید همین روابط صمیمانه که هست باشه. من عذر میخوام رو گفتم، ولی واقعا احساس میکنم که نیاز بود. عذر میخوام اگر از دوست بعضی از دوستان فکر میکنن من این عبارات رو تند به کار بردم، ولی گمان میکنم بعضی وقتا من به عنوان کسی که آره برادری که از بعضی از شما سنم بالاتر و تجربه بیشتر دارم، حق دارم تجربیات خودم رو نه به عنوان درس، به عنوان تجربه ای که باش زندگی کردم به شما منتقل کنم، یک مقدار رو رفتار و گفتار و حتی تذکرات خودم دقت داشته باشیم. من به شدت محتاج تذکرات و نصایح شما هستم، دیدید بعضن واکنشش رو میدم و عذرخواهی میکنم یا اصلاح میکنم، اما اینو نگاه از بالا چه از سیاستمدارانی که خیلی مدعی هستن باشن، شما اگر در کلاب هاوس نباشید میبینید اگر کسی از بخواد از موضع بالا با مخاطبان برخورد کنه من به شدت ناراحت میشم و موضع میگیرم، چه کسی که اینجا من در خدمت شما هستم و براشون خدمت گذاری میکنم. توصیه میکنم باز من لینک رو عرض کردم، لینک ویدئویی که امروز کانال دوم گذاشتم رو ببینید، اون کانال خواهش میکنم سابسکرایب کنید، تعداد برای من مهمه، برای آینده مهمه که ما بتونیم دو تا کانال همونطور که وعده دادم به هیچ وجه من ویدئوی تکراری نمیذارم، هر روز یک ویدئو روی کانال دوم و یک اینجا کاملا جداست،
کسانی که علاقمند باشن میتونن هر کدومش رو جداگانه ببینن. اما توصیه میکنم اگه براتون امکان پذیر هست حتما سابسکرایب کنید. در این صفحه با توجه به مشکلاتی که من با یوتیوب دارم، اگر لطف کنن کسانی که فرصت دارن و کسانی که به لحاظ هزینه براشون مشکله، بلافاصله بعد از 5 ثانیه آگهی رو رد نکنن. اگر آگهی مقدار بیشتر دیده بشه، به نظرم اونطوری که بعضی از دوستان به من مشورت دادن، مشکلی که یوتیوب برام درست کرده و اخیراً خیلی شدیدتر شده ممکنه کاهش پیدا کنه. خیلی ممنونم از همتون. موفق باشید.